اینجا طوریه که من با حکم قطعی اومدم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. آقای کریمی شما انسان هستی یا نه؟ آقای کریمی برگشت گفته برید بنویسید 700 میلیارد برگشت بزنید، بذارید تا آخر عمرش تو زندان بمونه. اولین کاری که کرد خونه بچه های منو گرفت و همون لحظه فقط به علی فکر کردم. گفتم چرا حسرت این همچی چیزی کوچیکی رو به دل بچه من گذاشتی؟ و من بیشتر از این ناراحت شدم که برادر من که زن زندگی آزادی ولی خواهر خودش رو توی زندان بدون بیگناه اینجا گذاشته و نگاه نمیکنه که از کدوم زن ایرانی دارید حمایت میکنی. خواهر تو که بیگناه اینجا مونده و میدونی بدهکار نیست، بیای این کارو باهاش بکنی فقط به خاطر اینکه فراموش نشی این کارو میکنی. فقط که میگی زن زندگی آزادی، چون اگر زن زندگی آزادی برات مهم بود اولین کاری که میکردی خواهر خودت که توی زندانه تو حبس بیگناه نجات میدادی. این حرفیه که الان 17 ماهه رو دل من مونده و باید میگفتم بهش. برادر من میخواست از این تاریخ زودتر ویزای آمریکا رو بگیره که تونست. این نیستش، این رسم مردونگی نیست. از چی حمایت میکنی؟ برات درآمد داره، منفعت داره، از چی داری حمایت میکنی؟ تو انسان هستی؟ من فکر میکنم که اگه اینایی که دارن این کارا رو انجام میدن فقط انسانیت به صورت این نسیم از بغل اینا رد شده بود، مطمئنا این کارو انجام میدن. اولین بار که من دستش گرفتم به توصیه برادرم آقای کریمی برای خرید تیم سپیدرود به من گفتن که برو بانک و درخواست دست چک بده. منم چون برادرم بود فکر میکردم که بخوام این دستش گرفتم برای من دردسر بشه، رفتم چون علاقه خیلی شدید بهش داشتم اصلا هیچ وقت رو حرفش حرف نمیزدم. رفتم بانک درخواست دست چک دادم، بعد این دست چک ها رو همینطوری از بانک گرفتم به آقای کریمی تحویل میدادم. ایشون برای خرید سپیدرود، برای مخارج پول بازیکن‌ها، برای هر چیزی از این دست چک استفاده میکرد. تا زمانی که دیگه سپیدرود سقوط کرد و این چک ها یکی یکی شروع کرد به برگشت خوردن دیگه پاس نشد. من از سال 97 درگیر این برگشت خوردن چک ها شدم. از این دست چک 10 فقره چک موند که دست خودم موندش. اومد و برگشت به من گفتش که 10 فقره چک به من بده، من میخوام بدم به دوستان. منم برگشتم گفتم که باید مبلغ به من بدی. گفت نه من الان ندارم که مبلغ رو بنویسم، شما به من بده، به من اعتماد نداری، من همش رو می‌نویسم 10 تومن 20 تومن 30 تومن. رو هر فقره چک مبلغایی که خودش می‌خواست، رو یکیش 700 میلیارد نوشت، رو یکیش 70 میلیارد نوشت و به کسایی داده که اصلا من باهاشون نه طرف حساب بودم نه میشناختمشون نه چیزی. از اون موقع به بعد من هر کاری کردم، هر جایی تونستم بخوام صدامو مثلا برسونم که بگم که چرا من به خاطر 700 میلیارد باید اینجا باشم. آقای کریمی برگشت گفته برید بنویسید 700 میلیارد برگشت بزنید، بذارید تا آخر عمرش تو زندان بمونه. فعلا من هنوز 17 ماهه که اینجام. دست نه مردی کرد، روی یه چک فقط 700 میلیارد نوشته، روی یه چک 70 میلیارد نوشته و دستش، ببخشید که این کلمه رو میگم، دست شرخر داده که حتی اومدن اینجا همینجا به من برگشتن گفتن اینا کی بودن که اومدن دم زندان حکمت آوردن. گفتم من اصلا اینا رو نمیشناسم، یعنی دست هر کسی داده که بیاره. الان یکی از چکای منم برای یکی از فوتبالیستای سابق پرسپولیس بود، یعنی یه دونه رو توسط اون اومدن اینجا اجرا گذاشتن و آوردن رو پرینت من. از دوستیاشون استفاده کردم. ورزش گیلان شکایت کرده از این آقا که با چکای خواهرش این تیمو خریده به نام خودش کرده و هیچ کدوم از چکام پاس نشده. الان من خیلی از بازیکنای سپیدرود چکای من برگشت خورده دارن، چیزایی که یک عمر خانوادم به روش نزده بودن و زدن و این شد کینه و شروع شد برای درد سرای چکای. گفتم هیچ کاری واسه ما نکردی، اونایی که سر تو کلا گذاشتن الان سر سفرت آقا خانوم شدن، ما همه مثل ببخشیدن ولی نمیگم مثل کلفت نوکر دورت میچرخیدیم. واقعا اگه ببینید اصلا فکر نمیکنید که پدر مادر من پدر مادر علی کریمی باشه. ایشون مثل که کینه من وجو به دل گرفت. تو این 17 ماه هر روز من منتظر بودم که ایشون یه زنگ بزن و این کار با من نکرد و نمیدونم حالا دلش برای من نسوخ. خیلی راحت میتونست دلش برای بچه های من بسوزه که الان 17 ماه بی مادر دارن زندگی میکنن. بچه های من به برادر من پیام دادن، وایس دادن ولی هیچ اهمیتی به پیام های بچه های من هم نداد. همین پری روز فکر میکردم یه خبری ازش میشه. دو هفته پیش برادر بزرگم گفت که از علی خبر میشه. این دو هفته هم صبر کن، دو هفته هم گذشت ولی هیچ خبری نشد. فقط بچه هام دارن آسیب میبینن، پدر مادرم
یعنی هر روزی که من شمارهشون میگیرم فقط دلهوره اینو دارم که پشت تلفن صداشون رو بشنوم. مامان من منت دوستای علی رو میکشه که آقا یه خبر به من بدید، این نیستش، این رسم مردونگی نیست. بچه من، پسر من، الگوش دایش بوده ولی الان اسمشو نمیاره. چرا باید اینطوری باشه که کسی که یه زمانی الگوی یه نفر باشه الان اصلا حاضر نباشه که اسمشو بیاره؟ چرا؟ چون مادر من بیگناه 17 ماه انداختن تو زندان. یعنی الان فهمیدم روزی که میخواست دست چک بگیره از قصد میدونسته که میخواد این بلا رو سر من بیاره که رفت این کار کرد، وگرنه میتونست دست چک خودشو خرج کنه. به بچه های من فکر نمی کنه. اینجا طوریه که من با حکم قطعی اومدم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. همین دیشب دخترم به من میگه که مامان کی میای؟ گفتم کارم درست بشه میام. و همون لحظه فقط به علی فکر کردم، گفتم چرا حسرت این همچی چیزی کوچیکی رو به دل بچه من گذاشتی که بچه ساعت 8:30 شب التماس کنه به من بگه مامان کی میای؟ چون برای اونم آرزو شده. ولی خب من میگم بیشتر از خودم، با دوستانم که صحبت کردم بیشتر از خودم نگران خانوادم بودم. چون نگران خانوادم بودم باید یه کاری انجام میدادم. ببینید من همه چیز زندگیمو دادم، حتی تمام سرمایه همسرمو که تو این چند سال خودش زحمت کشیده بود و دادم. اولین کاری که کرد خونه بچه های منو گرفت و من روزی که این کارو کرد خیلی گریه کردم، گفتم ببین این کارو نکن، سرپناه بچه های منو نگیر. ولی اولین کاری که کرد بدونی که من باشم وسایلای منو ریخت تو راپله. یک سال و نیم وسایلای من تو راپله خونه فردیس بود. بعد از یک سال و نیم مامانم رفت برداشت آورد و بچهای من یک سال و نیم که الان خونه عمه، خونه دایی، خونه این مادر بزرگ، اون مادر بزرگ دارن زندگی می‌کنن. حتی به اندازه یک پول رهن خونه هم برای من نذاشتن. همه پولامو ازم گرفتن و بعد این بلا رو سر من آوردن. پسرم مثلا برای دایش نوشته که حال هلنا خیلی بده، بیتابی مامانشو میکنه، تو رو خدا تو میتونی یه کاری بکنی. ولی این آقا اصلا. و من بیشتر از این ناراحت شدم که برادر من یه زن زندگی آزادی ولی خواهر خودش رو توی زندان بدون بیگناه اینجا گذاشته و نگاه نمیکنه که از کدوم زن ایرانی دارید حمایت میکنی. خواهر تو که بیگناه اینجا مونده و میدونی بدهکار نیست، بیا این کار باهاش بکنی. و این همه پیغام من وایس گذاشتم براش، بهش گفت پیغام دادم به وکیلش، به هر کسی میتونستم دادم ولی کوچکترین اهمیتی نداد. بچه‌هایی که از اینجا رفتن خیلی زیر پستاش گذاشتن، گفتن که شما نمیخواد طرفداری از زنای ایرانی کنی، برو خواهرت نجات بده. هیچ جوابی نمیده. چند نفر میریزن روی یه خانم، یه دختر، بابا این خواهر ماست، نمیدونم مادر ماست، نمیدونم آقا دختر ماست. الان مادر من خیلی پیره، خیلی بعد از قضیه منم انقدر شکسته شده، حتی حسرت اینو داره یک بار فقط زنگ بزنه حالشو بپرسه، برگرده بگه آخه چه کاری بود با خواهرت کردی. ولی اصلا هیچ راه تماسی با ما نذاشته، هیچ راهی. اینجا من یه تلفن ازش داشتم، یعنی دو سه تا تلفناش داشتم، از زندان خیلی زنگ زدن بهش ولی تا صدای میگن از زندان زنگ زدیم قطع میکنه و نمیدونم کینش چیه، چی بهش گفتن. اسطوره این باشه، کسای دیگه باشن که الان تو هر چیزی، حالا من نمیگم توی بد و خوب مردم پشتشون باشن، ولی برادر من میخواست از این طریق زودتر ویزای آمریکا رو بگیره که تونست یک ماه سیتیزن آمریکا بشه و الان اونجا هستش و هیچ کار دیگه ای نمی کنه. نشسته حالا هر چند وقت بارم یه پیامی میذاره که به مردم بگه من هستم. برادر من فکر میکنم فقط برای اینکه تو صدر بمونه، ببخشه اینو میگم، فقط به خاطر اینکه فراموش نشی این کارو میکنی، فقط که میگی زن زندگی آزادی. چون اگر زن زندگی آزادی برات مهم بود اولین کاری که میکردی خواهر خودت که توی زندانه تو حبس بیگناه نجات میدادی. این حرفیه که الان 17 ماهه رو دل من مونده و باید میگفتم بهش. اینا همه حرف کلیشه‌ایه که میزنی که فقط فراموش نشه، تو راست بمونه. تلاش کردم که صدامو برسونم، بگم که بابا مردم اینجا همین اسطوره‌ای که میگی خواهر 17 ماه اینجاست ولی شیادی ازش نمیکنه. ولی جالب اینجاست که هر جا اسم من میاد توی این استالا یا هر چیزی فوراً یه چیزی میشه که پاک میشه، یعنی نمیذارن که به گوش مردم برسه. یا بعضی با ترجمه میرن، هم چیزی نیست، مگه میشه خواهر علی کریمی تو زندان باشه؟ مردم باور نمیکنن که همچین اتفاقی مثلا برای من افتاده، خواهر کسی مثل علی کریمی الان 17 ماه تو زندان باشه و این برادرش حتی یک بار حال
بچه‌هاشو نپرس. من فکر می‌کنم که اگه اینایی که دارن این کارا رو انجام میدن فقط انسانیت، به صورت این نسیم از بغل اینا رد شده بود، مطمئنا این کارو انجام می‌دادن. پرستو سالی بود دنبالش می‌کردم. علی دایی رو دنبال می‌کردم، علی کریمی رو دنبال می‌کردم. این شرایطی که اتفاق افتاده فکر می‌کنم بتونم از این تریبونی که دارم بتونم صدای مردمم هم باشم، فقط همین. پستای مربوط بود به وضعیت اقتصادی که حالا درست غلطش ما خبر نداشتیم، هر روز سادگی هر چی نمی‌دیدم باور می‌کرد. کم کم اینا همه ما رو سوار به امواج منفی کرد، رو موج منفی بودیم که دید ما رو کلا عوض. چند تا از این جوانایی که گرفته بودیم وقتی ازشون سوال کردیم که چرا اومدین توی خیابون، برگشتن گفتن آقا ما رو حساب پستای علی کریمی میایم توی خیابون و از این جور داستانا. در جواب می‌خواستم برگردم بگم که نه، به خاطر پستای من نیستش، به خاطر آزادیشونه که اومدن کف خیابون. اعتقاد ما رو عوض کرده بودن، دزدیده بودن. همین فضای مسموم مجازی که اینا خرافات، اینا داستان، دارن تجارت میکنن. اوضاع کشورها رو نگاه کن، بقیه رو نگاه کن. مگه تو کشور مسلمان زندگی میکنی یا حسرت زندگی کافرها رو میخوری؟ خودت داری توی خارج زندگی میکنی، درسته؟ همه چیز نرماله. ببین شما یه آدمی که کار میکنه 8 ساعت در روز کار میکنه، درسته؟ بله. بعدش آخر هفتهش رو داره، درسته؟ آقا مسافرتش هم میتونه برنامه ریزه، ولی شما مطمئن باش خیلی از مردم ما حتی که یه مسافرت ساده سالاس ندارن، یعنی شرایطش ندارن که این کارو بکنن. دیگه ذهن ما هم شده بود مثل یک اتاقی که پر از گازه، یک جرقه کوچک میتونه اون رو چی منفجر کنه. آقای کریمی شما انسان هستی یا نه؟ شما انسانی دیگه، بعد انسانیت داشته باشی. من کاری کردم دور از انسانیت، دست به اقدام میزدم که دوتا برادرم رو کشتم. شما از چی داری حمایت میکنی؟ هیچ دین و عقایدی کار ندارم، از چی داری حمایت میکنی؟ تو انسان هستی؟ فکر کن از خانواده خودت بوده، بازم حمایت میکنی؟ از چی حمایت میکنی؟ برای درآمد داره، منفعت داره، هر کی اوبر هست، همسال تو، همه، هر کی اوبر هست برش درآمد داره، برش منفعت داره. چهار تا آدم ساده مثل ما که سواد بالایی هم ندارن مسائل رو با هم قاطی میکنن، دیدشون عوض کنه که باعث یه اتفاقات بشه. و ما این ویدیو رو مختص با رضایت کامل خودم درخواست دادم که درست کنن. چهار نفر گمراه چرا خاموش نیفتن تو چاله؟ اونم به خاطر افرادی مثل تو که حالا یک زمانی تو پرسپولیس بودی، معروف شدی، تیم ملی بودی، گل زدی، دمت گرم، پرچم کشورت بردی بالا، ولی الان داری چیکار میکنی؟ الان فروختی همشوره، از چشم مردم هم افتادی. حرفایی بود که ته دلم بود، امیدوارم چهار نفر آگاه بشن آقا این راه اشتباهه، این کار اشتباهه، نکن. انرژی که از مردم میگرفتم، این که ما رو تنها نذاره، این واقعا خیلی خیلی جمله که ما امیدمون به شماست، به امثال شماست.